بیننده های تلویزیون تو سلام من سمیع محدی مهدی هستم شما بیننده برنامه چرا هستید در این برنامه با دکتر سیما سمر یکی از چهره های شناخته شده کشور ما مصاحبه داریم دکتر سپ تشکر از اینکه بر ما فرصت دادین تشکر از شما و ما سلام و احترامات خود به بیننده محترم تلویزیون تلو تقدیم میکنیم. روال برنامه ما ایجاب میکنه تا شما در ابتدا در مورد تولدتون و خانواده و کودکی یک مقدار توضیحات مختصر بتین. ما در جوری تولد شدیم بله. سن هفت سالگی پدرم در ولایت هلمند کار میکرد لشکرگاه رفتیم مکتب در لشکرگاه خوندم بعدا فکلت را در فکلت تب کابل خوندیم خلاص کردیم بله کدام سال فکلت شما تمام کردیم؟ ما در سال شهست از فکلت تب کابل فرق شدیم البته در سال 54 13 54 شامل فاکولته طب شدم در کابل بله بله بعد از اینکه از فاکولته فارغ شدین مصروف چه کارو بدین به به تبابت پرداختین یا بله بعد از اینکه از, از فاکولته فارغ شدم یک چهار ماه در شفاخانه وزیر اکبرخان به عنوان دکتر رسمی در اون زمان در سال 61 کار کردیم در دا بخش داخلی وزیر اکبرخان بله بعد از چهار ماه متاسفانه ما محصل بودیم که روس آمدن در افغانستان اینا بعدا ما بعد از چهار ماه رفتم جغری جغری اولسولی بود که توسط مجایدین در وقت آزاد شده بود سال شست یک شست دوره تا اواخر شست در جغری کار کردیم او وقت منطقه آزاد بود و البته چی کار میکردیم شما؟ تبابت میکردم تبابت میکردم در جغری منطقه در دست مجاهدین بود اونجا بودم در جغوری برای سه سال بعد از او باز در آخر سال 63 پاکستان رفتم بله که آخر 84 ایسوی شود بله دلیل که پاکستان رفتم دو مسئله بود یکی که یک مقدار تکلیف پیدا کرده بودم خودم بسیار صلفه همی کردم و بسیار بهشتی آوی شده بودم چون در اون مناطق توبرکلوز بسیار زیاد است می ترسیدم که من بادا مرا تو بر کلوز نگرفته باشه یک مسئله بود مسئله دیگه که یک بچه داشتم سن مکتب بود برای او طفل و متاسفانه او وقتا مکتب نبود و اتا اجازه نمیدادن که آدم مکتب شروع بکنه امکانات از این که بچه مکتب بخوانه نبود بنان من پاکستان رفتم بر تداوی و بعد از هم در شما در کدام سال ازدواج کردین؟ نگفتین در مورد ازدواج؟ دا. ما پیش از اینکه پانتون پا بهم ازدواج با. کردیم با. سال 54 و چار سال پنجا و چار و چار ازدواج کردیم و سمری ازدواج؟ می یک بچه ایم هست فعلا کجا کار میکنن؟ بچه فعلا درس میخوانه در امریکاست ام پیچ دی خودم میگیره در تاریخ بله بله که شما از کابل برآمدین و به غزنی دوباره به جاغوری رفتین چی عامل باعث با وجودی که منطقه نارامی بود بر صورت من از جمله کسایی بودم که در مخالفت با دولت همو که بعد از کودت های ایجاد شده بود از نگاه سیاسی موقفم در مخالفت با اونا بودم و علاقه من بودم که سهم بگیرم در آزادی افغانستان و همچنان در کابل احساس امنیت نمیکردم چون شوهر ما اینا برده بودن دولت کمونیستی در سیزه پینجا مسئله مسئله چندول با, با سه برادرش خب فامیل استیم که متاسفانه بسیار زیاد قربانی دادیم در دا جریان بعدا ما تصمیم گرفتم که بروم با کسایی که برای آزادی افغانستان مبارزه میکنه با اونا کمک بکنم و از به مردم کمک بکنم با. با او خاطر رفتم جغوری البته منطقه آزاد بود و باید این رساد بگوییم بگویم که ده زمان جهاد در افغانستان بسیار مورد استفاده همسایه ها و نیروهای مختلف سیاسی قرار نگرفته بود این مردم به صورت خود جوش واقعا آزاد ساخته بودن منطقه را زمانی که شما به کویت رفتین نهاد را به نام شهدا ارگانیزیشن شما بنیاد نهادین در مورد از یک مقدار مختصر توضیح اگر بتین که از کجا تمویل میشد چی فعالیت های میکرد سال اول که من کوی رفتم شروع کردم کار خود با یک شفاخانه که به نام مشین بود و بخش چی داشت بخش مشخص بر مهاجرین داشت باز در بخش مهاجرین خود یک بخش زنانه داشت، در دا اونجا شروع کردم کاره و از این هفته دو روز میرفتم در یک از کمپ مهاجرین کار میکردم که کمپ ما خیل در کویتا کسایی که در کویتا باشن ناشناستن به با کمپ دو سال یا سه سال در اونجا کار کردم بعدا احساس کردم که با وجود که بسیاری از تنظیم های جهادی شفاخانه داشتن ولی شفاخانه که مربوط مهاجرین افغان بود اکثریت مطلقش بر مردا ساخته شده بود برای زنا و اطفال مهاجرین متاسفانه امکانات بسیار صحی وجود نداشت که اینام راجع بکنن به خاطر تصمیم گرفتم که یک شفاخانه را بسازم بر زنا و اطفال به از اینکه امو شفاخانه هم که بر مهاجرین کار میکردن پرسونل افغانی نداشت یعنی نرس مثلا نرس های زنان کار میکرد ولی زنان پاکستانی بودن <applause> که به هر صورت یک مقدار مشکلات لسانی و یک مقدار مشکلات برخورد با, با مردم وجود داشت شما خبر دارین که بیش از 6 میلیون مهاجر در پاکستان بود ولی در کمپ ها کس توجه نمیکرد که مکتب بسازه بر مهاجرین فشار بیشترشان سر ایجاد مدارس که بعدا طالب و اینا ساخته شد بود باز یک مکتب دخترانه شروع کردم در کویتا برای مهاجرین، برای دخترای مهاجر. به تحقیبش هسته این کار خودن خود انکشاف دادیم، در دا داخل افغانستان شروع کردیم به ساختن شفاخانه که در سال 88 خب در این مورد از شما توضیحات بیشتر خود خواستم، اما بیننده عزیز، پس از یک وقفه کوتاه.